سلام، من شهریار هستم، اینجا پارسی تیوی. با برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار در مورد استوری جنجالی نوید محمدزاده در مورد فرشته حسینی. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید و این ویدیو رو از دست ندید. قبل از شروع ما رو سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله کنارش هم بزنید، صرفا جهت اینکه از ویدیوهای جدید ما هم مطلع بشید. چندی پیش فرشته حسینی با تبریک تولد نوید محمدزاده در صفحه اینستاگرام خود شایعاتی رو در مورد این دو بازیگر آغاز کرده بود. او در صفحه اینستاگرامش با انتشار تصویری از خود نوید محمدزاده نوشت: برای همیشه تو را آنگونه به یاد می‌آورم. ایستاده بر روی صخره‌ای با شکوه، دریا و آرامش آسمان. تو همانی که خود دیدی به چشم دل، همانی که هیچ کس هنوز نمی‌داند. تولدت مبارک. این قضیه شروعی بود بر شایعات و جنجال ها در رابطه با ارتباط این دو بازیگر که توی فیلم قورباغه با هم همبازی بودن. در ادامه هم عکسی از فرشته حسینی و نوید محمدزاده پخش شد که نشون میداد این دو لباس خودشون رو با هم دیگه ست کردن. این اتفاق بیش از پیش حرف و حدیث ها رو در مورد این دو بازیگر افزایش داد و جنجال ها رو بیشتر کرد. اما نوید محمدزاده هم 5 اردیبهشت 1400 یه روز مونده به تولد فرشته حسینی با انتشار عکس و ویدیویی این رابطه عاشقانه رو تایید کرد و نوشت: جانمی جان، افغان بخوام بگم جان من هستی، کردی بخوام بگم گیانمی گیان، تولدت مبارک. این پیام نوید محمدزاده مهر تاییدی بود بر رابطه این دو و تقریبا میشه گفت شایعات تموم شد و همه چی به یقین تبدیل شد که این دو نفر با هم دیگه رابطه دارن. اما از اونجایی که نوید محمدزاده یه آدم جنجالی و از حاشیه خوشش میاد و غالبا هم با استوری و پستاش خودش رو وارد حاشیه میکنه، چند ساعت پیش با انتشار استوری اینستاگرامی یه جنجال و سر و صدای دیگه هم درست کرد. آقای محمدزاده یه دونه عکس از خانم فرشته حسینی بازنش داده با یه پرچم ژاپن و دوتا زبدر روی عکسش و در پایین هم ایشون رو تگ کرده و یه قلبم گذاشته کنارش، که اگه بخوایم به این استوری مفهومی نگاه بکنیم یعنی خانم فرشته حسینی در حال حاضر در دوران قاعدگی به سر میبرن و گویا شدیدن هم عصبانی هن. حالا بازم نوید محمدزاده تیتر خبرها شد و این اتفاق و این استوری داره دست به دست تو فضای مجازی میچرخه. اما بریم یکم اندک با این دو نفر آشنا بشیم. نوید محمدزاده متولد 17 فروردین 65 تو تهرانه. فارغ التحصیل فوق دیپلم رشته عمرانه که قرار بوده فوتبالیست بشه. اما دیدن یه فیلم مسیر زندگیش رو تغییر داده و حالا یکی از گران قیمت ترین بازیگران سینمای ایرانه. در تهران به عنوان 12th و آخرین فرزند به دنیا میاد. اما در سال 67 وقتی 2 ساله بوده به همراه خانواده به ایلام نقل مکان میکنن و تا اتمام دوره راهنمایی تو اونجا زندگی میکنن. دوم دبیرستان عاشق فوتبال میشه و حتی قرار بوده در تیم نوجوانان سایپا بازی بکنه، اما با دیدن فیلم سوت دلان علی آتمی با بازی بهروز وثوقی متحول میشه. همون شب به ویدیو کلاب میره و فیلم قیصر و صورت زخمی آلپاچینو رو میگیره و با دیدن اونها دوچار جنون هنری میشه و به این ترتیب تصمیم میگیره بازیگر شه. سال 82 وقتی 17 ساله بوده به کلاس‌های بازیگری مؤسسه هنر 7 کرج میره. او زیر نظر اساتیدی چون مهتاب نصیرپور، علی سلیمانی، محمد یعقوبی و امیر قنبری دوره میبینه، اما تا سال 86 هیچ فعالیت هنری نداشته. اولین بار سال 86 وقتی 21 ساله بوده با فیلم درمیان ابرها به کارگردانی روح الله حجازی به عنوان نقش مکمل مرد جلوی دوربین میره. بعد از اولین تجربه بازیگری در جلوی دوربین وارد عرصه تئاتر میشه. سال 87 با نمایش ماه در آب جایزه بهترین بازیگر مرد رو از جشنواره استان تهران از آن خودش میکنه. محمدزاده سال 88 تو فیلم آن دو هم بازی کرد که متاسفانه این فیلم مجوز اکران نگرفت. نوید سال 90 به همراه سارا رسولزاده اجرای قسمت‌هایی از برنامه دوستان رو که از شبکه جام جم پخش میشد به عهده داشت. بازی محمدزاده از سال 93 با فیلم ناهید به کارگردانی آیدا پناهنده و کسب جوایز مختلف از جشنواره‌های بین‌المللی دیده شد و سر زبان‌ها افتاد. اما بازی در فیلم لانتوری، خشم و هیاهو و به خصوص ابد و یک روز در سال 94 بود که خیلی زود رو به شهرت رسوند و توانست مخاطبان زیادی رو جذب سینما بکنه. اولین بار سال 94 برای بازی در فیلم ابد و یک روز موفق به دریافت سیمرغ بلورین و تندیس زرین جشنواره دنیای تصویر به عنوان بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد. یه سال بعد با فیلم بدون تاریخ و بدون امضا دومین سیمرغ رو از جشنواره فجر و تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل مرد رو از 20th دوره جشن بزرگ سینما از آن خودش کرد.
سلیقه‌اش در انتخاب لباس به هیچ وجه سنتی نیست و همیشه شاهد هنجارشکنی‌ها در پوششش هستیم که مهمترین استایلش همین هنجارشکنی‌هاست. اغلب پوشش‌های روزانه او اسپورت و معمولاً با رنگ‌های تند همراهه. اما فرشته حسینی همسر آقای محمدزاده. فرشته حسینی متولد 6 مردیبهشت 76 در تهران، بازیگر سینما و تئاتر. تحصیل کرده مقطع دیپلم که در کودکی با کارگری در یک خیاطی امرار معاش می‌کرد و از 9 سالگی کنار کار تجربه بازیگری رو هم به دست میاره و حالا در سینما هم می‌درخشه. فرشته در تهران و در یک خانواده با 5 خواهر و برادر به دنیا میاد. پدر و مادرش هر دو از مهاجرین کشور افغانستان هستند که حالا در ایران زندگی می‌کنند. میگه در زمان کودکی برای تامین هزینه‌های مدرسه خودم مجبور بودم تا دیر وقت در یک کارگاه خیاطی کار کنم تا کمک خرج خانواده‌ام باشم و برای تامین معاش خودم هم پول در بیارم. روزای سختی بود که هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. روزایی که از خستگی زیاد روی چرخ خیاطی خوابم می‌رفت. اولین بار سال 76 وقتی 9 ساله بود در دوره 2 ساله آموزش بازیگری زیر نظر اساتیدی چون اصغر محبی، محمد رحمانیان و مهتاب نصیرپور دوره بازیگری دید. با تئاتر مدرسه از همان دوره ابتدایی کارش رو شروع کرد تا اینکه در مقطع 4 ابتدایی در این مخالفت خانواده با کارگردانی توانست مقام دوم استان تهران رو از آن خودش بکنه. اولین بار با فیلم مستند من یک دختر شادم به کارگردانی سامره رضایی در سال 94 جلوی دوربین رفت تا اینکه یک سال بعد در فیلم رفتن نوید محمدی بازی کرد. فیلم رفتن که نازنین بیاتی و بهرنگ علوی نیز در اون حضور داشتن نماینده کشور افغانستان در جشنواره اسکار 2016 بود. میگه اوایل میخواستم به افغانستان برگردم و اونجا فعالیت کنم، اما شرایط فعالیت در افغانستان هنوز مهیا نبود و دوستان افغانستانی هم برایم مانع تراشی کردند. اما اونقدر که دوستان افغان مرا به خاطر بازیگر شدن تحقیر کردند، در ایران حتی یه روز هم یادم نمیاد تحقیر شده باشم و اونا همیشه به من مهر و دوستی دادن. اما در دوران مدرسه سختی بسیاری کشیدم و حتی تحقیر هم شدم، اما در هنر هرگز این اتفاق نیفتاد. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات خودتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت‌هامون حمایت بکنید.